خب دوستان عزیز، به همراه همکاران عزیزم هیئت داوران در استودیو تندیس تهران هستیم در منطقه غرب تهران. دوستان خیلی لطف داشتن این مکان رو در اختیار ما گذاشتن با کلیه تجهیزات و بدون محدودیت زمان. ما خیلی وقت اینجا هستیم و داریم کارا رو گوش میکنیم و یه چند دقیقه‌ایش رو شاید شما توی این فیلمی که بعداً تدوین میشه ببینید. دمتون گرم استودیو تندیس، ایشالله که تو شادیاتون جوان کنید. عرض به خدمت این که من رو نشوندن اینجا همش هی من باید حرف بزنم. 9 تا دونه کار رسیدن به مرحله نهایی و قرار هست بین این 9 تا 2 نفر اول از پروژه آهنگ کامیار انتخاب بشن و برنده جایزه بشن. این 9 تا عزیزی که اومدن توی این مرحله از بهترین ها رو انجام دادن. من اسمشون رو سریع میگم: آل ریزو، ارشیا، باربود، عرفان اما عرفان رفیق خودمون، آقای پویا پور صالح، کاسبین یا کسبین و سیج، کیا، نویان بهادری و سهراب روزگرد. این عزیزانی بودن که توی این مرحله اومدن بالا و از نظر ما همه اینا برندن و همه اینا میتونن اون جایزه رو داشته باشن. به ترتیب حروف الفا از نفر اول انتخاب میکنیم. یکی یکی اونایی که حتی یک پوینت کمتر دارن رو یک فولدری من درست کردم اینجا به اسم بای، براشون آرزوی موفقیت میکنیم و اینجا پاکش میکنیم. علی رضایی متولد 1370 از شیراز. اون از سال 92 تونست به کمک نرم افزار FL استودیو درخشش خوبی در موسیقی الکترونیک داشته باشه. اون با همین پشتکارش تونست در این دوره از مسابقات تاپ پرشین دیجیز نمایش فوق‌العاده‌ای داشته باشه و خودش رو جز بهترین ها قرار بده. آل ریزو کار خیلی خوبی داره، خیلی خوب زده، تازه شروع کرده به این کار و من چند بار اینستاگرامش رو رفتم چک کردم، دیدم عکس پروژه‌اشو دیدم و این کار رو یه بار دیگه سریع با هم گوش میکنه ببینیم میتونه باشه اینجا یا اینکه خدا خدا. کوشان خیلی خشن و بدون احساس و بدون هیچی، همون جور که مثل همیشه هستی. بدون تعارف. نه این آره خارج از شوخی کار خوبیه، فقط میتونست رابش بهتر باشه. یه خودم به نظر من کیچش باید آرش میتونه بگه یه خوده ببین یه خوره آره یه خوره زیاد به خاطر لادنس لیمیت کردی، انقدر که متاسفانه جوی وکال کلیپ شده و یه چیزی که برای من حساس شده سینک شدن وکال بود که کاش سینک تر میکردی. آه این همون مهران خیلی اولش دوست داشتم. منم همینطور اولش واقعا عالی بود. منم اولش خیلی دوست داشتم، فقط دراپش متاسفانه اون امتیازه رو من فکر میکنم که این یک نکته خیلی خوبه که تا این مرحله از مسابقه رسیدی و مطمئنم به زودی خیلی هم سنش همشون کمه، مطمئنم که به زودی اسمت رو خیلی جاهای بزرگتری خواهی شد. آریشیا یا آریا روحی متولد 1377 از تهران. از کودکی به موسیقی علاقه مند بوده. از سال 2011 هم علاقه خودشو به موسیقی الکترونیک نشون داده. آریا تونسته در سن 14 سالگی با نرم افزار FL استودیو آشنا شه. این دومین حضور آریا در مسابقات تاپ پرشین دیجیز هستش. در دوره قبل هم مثل این دوره تونسته بود جزو نفرات نهایی قرار بگیره. بعدم کار کردم ریور بشه چه باحالیه. این میتونه باشه یا بره؟ من نوشتم میکسش رو دوست دارم، جز اینکه یکم فکر میکنم رو ریور باس باید بیشتر کار میکنم. آره من دوست دارم. خب میتونه سلیقه‌ای باشه. آره خوشم فکر میکنم از این بهتر داشته باشی، ولی من اینو دوست دارم. میذارم باشه. میذارم باشه. آره فعلا چیز نمیکنم.
باربود متولد 1370 از اهواز، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی الکترونیک، حدود 9 سال از طریق نرم افزار FL استودیو وارد دنیای آهنگسازی شده. به اکثر موزیک‌های خوب داخلی و خارجی در سبک مختلف توجه می‌کنه. باربود هم جزو انتخاب شده‌ها در مرحله نهایی تاپ پرشین دی‌جیز بود. باربود عزیز، باربود بی. این دلم شدید تو رو میخواد، همه چیمون به هم میاد، اصلا یه فصل مهران. اولش مشکل داشت، هم استفاده نوت های پیانویی، هم احساس میکنم خیلی هارمونیش خوب به چشم نخورد. موسیقی به نظر من ایراد داشت. من میکسش رو نوشتم دوست دارم، ولی پرودیوسش بله میتونست بهتر. من اولش به نظرم خیلی خوب شروع کرد، آپلیفترش یه خورده اونجوری که میباید بود نبود و دراپش خیلی خوبه ها، شاید به تنهایی دراپو گوش میکردی و وکال اگر نداشت یهو رفت طرف های مثلا اورینتال، مثلا عربستان و اون سمتا یه ذره اونجوری شد، ولی خب خیلی خوب بود. باربود عزیز تبریک بهت میگم که تا این محله اومدی بالا. عرفان دهرصبح 27 ساله از تهران، فارغ التحصیل کارشناسی مکانیک از دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران، از سن 16 سالگی وارد دنیای موسیقی شده. اون با حرفه دوبله و باندسازی کاملا آشنایی داره. اون هم با نمایش خوبی که توی این دوره از مسابقات تاپ پرشین دی‌جیز داشته، تونسته خودش رو بین منتخبین مرحله نهایی قرار بده. دهرصبح، ببخشید تو خدا اسمتو من اشتباه میگم، میزنم تا وکال بیاد جلو. نظرتون؟ من دوست دارم کار، یعنی میتونه نفر اول تو باشه؟ نفر اول نه، اول جز انتخاب هست، جز به چیزایی که میتونه فعلا نره بیرون. شما؟ من یه مشکلی که با این دارم اینه که احساس بکنم فقط یه پلاک اون وسط استریس بقیش مونو به نظرم میرسی، یعنی که من نشستم نمیدونم اینجا داری میزنی. آره این اشکالو داره. مهران من اولش احساس کردم یه سری کلمات از قصد فیل کرده، بقدر که با اون آکورده ننشسته، یه چیزی که دوغ من خورد، یه چه همچی چیز احساس کردم، ولی جز انتخابای من نمیتونه بمونه. بره من نظرم این که نباشی، نباشی قلبم مریضه. عرفان جان مرسی، اول کارش خوب بود، ولی اصلا میگم عرفان دابسپ پاپ خیلی خوب زده بود، واقعا خیلی خوب بود کاره. پوریا پورساله متولد 1370 از تهران، اون کارشو با نام هنری پیتو انجام میده. اون در سن 11 سالگی وارد عرصه موسیقی شد. چند سال بعد با آزمایش چند نرم افزار FL استودیو رو برای ادامه کار انتخاب کرد. پوریا پورساله با نمایش خیلی خوبی که تو این دوره از مسابقات تاپ پرشین دی‌جی داشت، خودش رو جزو منتخبین قرار داد. نظر کام بیادم بود این دلم شدید تو رو میخواد، این حس میخواد فکرم باشه. من دوست دارم، میتونه باشه، برم نمیمار ازش داره. سهراب روزگرد 20 ساله از مهاباد، اون از 15 سالگی کار موزیکو شروع کرده، از 17 سالگی به کمک نرم افزار FL استودیو وارد دنیای موزیک الکترونیک شده. با وجود امکانات کم، در اولین حضورش در مسابقات تاپ پرشین دی‌جیز نمایش بسیار عالی داشته که اونو تونسته توی مرحله نهایی قرار بده. بعدن این بچه‌هایی که
تو این مرحله اومدن بالا رو ما معرفی میکنیم و نرم افزاری که باش کار میکنن دی ای دبلیو شون حتما اسمشون میگیم، یه بیوگرافی کوچیک هم ازشون میگیم اینا که به این مرحله رسیدن، چون همشون برندن ولی متاسفانه ما دو تا شانس بیشتر نداریم. باشه سهراب، من میادم که باش بردارم باشه بر باش سهراب جان هستی. نویان بهادری 24 ساله از تهران، دو سال با افل استودیو کار کرده ولی این دوره با نرم افزار کیوبیس تونسته نمایش خوبی تو این دوره از مسابقات تاپ پرشین دیجیز داشته باشه. در ضمن ایشون از طراحان و گرافیستای خیلی خوب هستن. خیلی هارمونیا رو خوب زده. میرم جلوتر یه ذره. دلم شدید تو رو میخواد، همه چی رو به هم میاد، اصلا یه فرضی قلبه تو پر از احساسه. سبک خیلی باحالی زده، من نمیدونم اسم این سبک چیه. این فکر پارسال خیلی مود بود، خیلی آرتیستان زده بودن ولی خب خودم مود افتاد، خوشداد به ترپیکا. با تمام احترامی که براش قائلیم میخوام نظر بچه ها رو بدونم. نویان چان دمت گرم، خیلی باحالی، خیلی کار درسته. من به نظرم کارهای دیگه یک مقداری از این قوی تر بود، تا حالا قوی شاید کارهای مناسبی نباشه، جذاب تر. ولی خب به نظرم مقایسه با سبکی که داشت این کار بی ایراد، کار بی ایراد. این هم مثل به کارهای پاپ کامرشیال، مثلا پاپی که مثلا تو رادیوهای پاپ مثلا کار اورجینال، مثلا برفض اگر شاید کامیار این کار میخواست بخونه حتما این تنظیم میشه. ولی مثلا وکالش سر جاش بود دیگه، وکالش خیلی جلیوی نداشت بود ولی خونسا بود، مشخصه که میدونه چی کار داره میکنه ولی خب میتونه جذاب تر باشه. میریم سراغ کاسپین و سیج. امیر با نام هنری سیج 23 ساله از کرج، در حال حاضر دانشجوی رشته مهندسی نفت، حدوداً 5 ساله که با نرم افزار افل استودیو کار میکنه ولی 2 ساله که داره اون کارو به صورت حرفه‌ای انجام میده. اون به همراه کسبین در مسابقه قبلی تاپ پرشین دی جیز شرکت کرده ولی متاسفانه موفق به کسب رتبه نشده. این تروس خیلی خوبه. خیلی وکالش رو زر گوش کنی. آقا خیلی زایه است جایزه رو بدیم یه نفر کلن، نه؟ چون اون طرف هیئت برگزاری باید اینو بگی که هر کسی یه دونه جایزه میتونه ببره. این که ببین من به نظر من میتونیم دو تا جایزه بهش بدیم،
همین که خب به نظر من این امتیاز معنویش که برنده میشن شاید حالا بیشتر نه خب آخه یک جایزه برده به نظر من میدونی من اگر بودم بدون رو درواسی اولمو میدادم به این من خیلی دوستم حالا من خوب بشه وقتی میشتمش قشن یه اصلا خیلی خوب من حالا برو باید پیدا کنیم این دوستمون رو اینا پیدا کنیم اون کی هستن واقعا دمشون گرم ولی خب الان چون چند نفر با هم شریک بودن تو این کار نمیشه گفت باید چون دو تا شرکت کرده چون آرتیستای دیگه هم توش بودن این از قانون میشه به خاطر اینکه یک بار داره تشویق میشه این فرصت رو توی کامیار به یه آدم دیگه بدیم نه نه آخه ببین منظورم چی این چند نفر با همن ببین آرش این فقط این یه نفر نیست ببین اصلا این اشتباه بزنم بهش بچا بگی چون کاسپین توش بوده شاید اصلا یه فقط دراپو زده الو سلام حال شما خوبه؟ ممنون سلامت باشیم من دیجی ممسی هستم به همراه آقای مهران عباسی آقای کوشان حداد و آقای آرش پاکزاد اینجا صداتون هم داره پخش میشه توی فیلم هم داره ضبط میشه حالا بعدا میرسه به دست بچه ها بخواستیم ببینیم شما اسمتون چیه؟ من سیدت شیخ هستم امیر شیخ که به اسم هنریتون هم میشه یه بار بگید من چون شاید اشتباه میگم خیلی وقتا سیج هست سیج بله و یه آقای دیگه هم هست که با شما کار کردن درسته؟ بله بله ایشونو میشه اسم ایشون هم بگید احمد محمد دوده به چه اسمی کار میکنن؟ کسبین کسبین بله از کجا هستید شما؟ ما از کرج از البرز استان البرز اوکی کار توهی رو با هم ریمیکس کردید یا فقط همین یه دونه رو نه کار کامیا رو با هم ریمیکس کردیم توهی رو احمد خودش کلا کار کرد باشه مرسی از اطلاعاتی که دادید ما با شما تماس میگیریم خواهش میکنم قربان شما خدافظ خب میتونی از نظر قانونی چون دو تا آرتیستن شما نمیتونی حذفشون کنی اگه خود کسبین بود میتونستیم بگید آیمون یه جایزه گرفته ولی چون دو این دو نفران یعنی حق اون نفر دوم که کار کرده حالا ما توی قبل داریم به آقای احمد بود اسمش درسته کسبین رو احمد داریم به اون جایزه میدیم اینجا خب میتونیم به این یکی دوست اون جایزه بدیم اگه قرار باشه انتخاب بکنیم چون اون جایزه رو اون میبره قاعدتاً دیگه یعنی بین خودشون بخوام تقسیم کنم مرامی باید بدم به کسبین چون خودش الان گفتش که اون کارو انجام بده حالا بعد بریم باشه پس برازار من دیگه خب کار کیارم گوش کنیم کیا 30 ساله از شهر جدید هشگرد از 17 سالگی شروع به یادگیری گیتار کلاسیک کرد و همکنون مدرس گیتار کلاسیکه. اون در سال 1383 کار حرفه‌ای خودش رو با نرم افزار FL Studio شروع کرد. اون هم با یه نمایش خیلی خوب خودش رو در منتخبین این دوره از مسابقات تاپ پرشین دیجیز قرار داد. بچه چند تا کار باید پاک کنیم یک دو سه چهار پنج تا مونده از اول دوباره برمیگردیم دیگه خب میریم ارشیا آریشیا آریشیا حالا اگه یه برای کار رو بگیرم من شما اسم رو از نظر من کارهای دیگه نوآورانه تره من هم همینطور موافقم آریشیای عزیز ببخشید که ما انقدر خشن مجبوریم نداریم خیلی خوبه خیلی خوبه یعنی به قول عادل فردوسی پور ما چقدر خوبیم والله یه چیزی بهتون میگم این که تا این مرحله 6 تا اومدن یعنی که بینشون سخت انتخاب کردن خیلی سخت واقعا یعنی واقعا سخت میریم سراغ پویا پور صالح عزیز سریع باید بچه رو نظرتون رو بگید خب باشه به نظرم باشه. من 60 من هر خب روز کارهای دیگر ترجیح میدم خب سب کن میریم سراغ سهراب روزگر الان بین این و کار پویا کدوم انتخاب میکنی؟ بین این دراپ این دراپ و این دراپ من اینو ترجیح میدم
مهران این هم خیلی انرژی شورش خیلی خوبه. من پیشنهاد بدم میتونیم از آرش دوتایی استفاده کنیم، دوتا مقایسه کنیم، اون که بهتره بذاریم اول بعد دوتای بعدی بعد دوتای بعدی. آره اون دوتا، اون یکی یه جور دیگه باشه. راست میگم. خب کار پویا پور صالح عزیز انتخاب کامیار بود، یعنی به سلیقه کامیار خیلی نزدیک بود و یه رای پس داره. آره کامیار یک رای داره برای این و لازم جایزه شو میتونه از کامیار حتی بخواد. البته صبر کن یه لحظه. آره میتونه. آره این کار رو ازش خدافظی میکنیم پویا جان، ایشالا کارهای بعدی شما قهرمانی و نفر اول مسابقه، ولی خب ما مجبوریم دو نفر انتخاب کنیم، شما هم جزو بهترین ها بودی، ایشالا کارهای بعدی حتما با دقت بیشتری و نوآوری باحالتری کار کن. الان دقت کم نبود ولی رقیبا دارن بهتر کار میکنن. خب بچه سه تا کار کسبین و سیج، کیا و سهراب روزگرد. الان یکی انتخاب نکردیم هنوز هیچی برام مونده. بین این ستا از این ستا دیگه در واقع. آره دو تاشونو باید انتخاب کنم. خب یکیش که سبکش متفاوته. من آره بگو. اون که به نظر من دیگه واقعا من احساس می‌کنم اون میتونه واقعا بمونه. اون میتونه بره. من 100% با این موافقم. کیای عزیز اولین برنده ریمیکس کامیار هستش، بهش تبریک میگیم. نه واقعا دمش گرم. واقعا همین که جرأت داشته متفاوت فکر کرده و اصلا به مسابقه فکر نکرده و کار خودشو کرده. کامنت میذارن میگن که شماها چون تنظیم کننده هایی هستی که همش آهنگاتون تمپو بالاه و الکترونیک و اینا، شاید به ماها میدون نید ولی واقعا خیلی شد بود. خلاقیت به نظر هم سیاس داره. این یعنی این که کاملا کار خودش اصلا به رقابت فکر نکرده، گفته من کار خودم میکنم برای یا میشی یا خب ببین بچه ها بین کار کیا و کسبین نشته گفتی ببخشید آره دیگه کسبین و سیج و کیا ببینید الان من با کسبین صحبت کردم که ما چیزی که توی کار خیلی برامون جذاب بود دراپش بود درست خب مهران سهراب این خیلی سخت الان موندیم بین کار سهراب و کار کسبین و سیج، چون کیا اوکی بود از نظر همون اوکی بود. این دوتا کار حالا ببینیم که ما چون اون بر یه جایزه داد، کسبین برنده شد اون بر یه جایزه برده اون بر و اینجا اگر ما میخواستیم مثلا بگیم کسبین خالی بود میگفتیم اشکال نره بذار سهراب برنده کنیم که اون حالا یه جایزه برده دیگه، ولی اینجا الان کسبین و سیج با همن. الان مهران از لحاظ لایسنسی به نظر تو چیکار باید بکنیم؟ یعنی از نظر لایسنسی تو قراردادها و همه چی دوتا آرتیست یکسان باشون رفتار میشه. یعنی شما حتی اگه یک نفر یه های هات گذاشته باشه و اسمش خورده باشه هیچ فرقی با کسی کل مجموعه کل مجموعه الان به تقسیم میشه به دو نفر. الان یعنی مثلا من نمیخوام بدونم الان بچهای تاپ پرشین دی جی بیان بگن این آقا مثلا دوتا کار برنده شده. نه دو تا کار برنده شده. من یه سوال دارم، مثلا خیلی دیگه خب بودن نزدیک به ایشون زدن، یعنی اینقدر واقعا متفاوت بود که ما حاضر شدیم دوتا جایزه رو بدیم به یه نفر ولی به اونای دیگه ندیم معرفیشون نکنیم. این جایزه برای معرفی کردن ها. به هر حال من که به شخص به اسم نگاه نکردم اینجا، من به موزیک نگاه کردم و اینجا به نظر من ایشون بهتر کار کردم. من به اسم توجه نکردم. آره آقا شما میگید دوباره ایشون میشه یک بار دیگه من فکر میکنم بچه ها یه کاری بکنیم، حالا شاید توی این ویدیو نخواد چیز کنیم، یه بار کارا رو از 0 تا 100 گوش کنیم، یه بار دیگه هم 0 تا 100 گوش کنیم، یعنی دوتا کار کاملا از اول تا آخر بعد اونجا چیز بزنیم، فکر کنم اونجا مثلا بهتر باشه، چون یه بار دیگه چون هممون ما یه بار الان دوتا کار رو به صورت کامل گوش کردیم، کار کسبین و سیج رو و کار سهراب روزگرد عزیز رو کامل دوباره نشستیم گوش کردیم که بتونیم نظر بدیم. توی قسمت آپلیفتر کار سهراب یه سری چیزا بود که یه مقدار مثلا اونجا که میگه وزی 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 بعد میرفت، ولی دراپش خیلی خوب بود، دراپش خیلی خوب بود ولی شروع مال سهراب یه خورده جذاب‌تر بود نظر بچه‌ها، میگفتن خیلی بیشتر جذب کرد و اینا. مال کسبین میکسش عالی بود و بعد بچه‌ها نظر یکی از این دو تا رو باید انتخاب بکنیم. این کسبین شما بگی من آخر سنگم. خب من شروع می‌کنم. کسبین و اون دوست عزیزمون اسمش سویج سویج خیلی خوب بود کارشون، همچیشون عالی بود. امیر اسمش. ما الان مقایسه دو تا ترک داریم صحبت می‌کنیم. این مقایسه دو ترک به نظر من استارت موزیک اون دوستمون من اسمش یادم رفته سهراب
سهراب خیلی بهتر بود، جذابتر بود، استاندارد بود، خیلی حس موزیک فوق‌العاده بود، میرفت جلو، احساس میکرد که داره موزیک پیش میره. خب من احساس میکنم یه امتیاز خیلی زیادیه واسه موزیک که بخواد شروع بشه. دراپش که هر دو دراپ عالین، یعنی به نظر من هم امتیازشون مساویه و همین الان به خاطر همین چیزا گیر کردیم. نظر شخصی من، حالا بعد بگم، الان میشه بگم، به نظر من سهراب میتونه برنده از نظر شخصی من اینجا باشه. یه رأی من بهش میدم. ایشان بگو. من نظرم اینه که آره، من با مهران کاملا موافقم به خاطر اینکه حالا یه سوالی، ما الان سهراب مال آپلیستش یه چیزی رو چشم‌پوشی کردیم. عزی وزی وزی مثلا آیا همین شانسی که الان ما به این دادیم رو نمیتونستیم مثلا بیایم به پویا سعید از کرمانشاه به پویا پور صالح بدیم؟ خب من فراموش کردم اونو. میشه خب میشه گوش کنی؟ من دارم دفاع میکنم از بچه‌ها. نه مشکل نداره. نه خیلی خوبه. ما هیچ چیزی از نظر من اون دوتا موزیک پیچیدگی بیشتری دارن، یه خود به نظر من جذابترن. برای آخرین بار دوتا فقط دراباشو گوش کنید. من خب دراپ اینو ترجیح میدم، یه خیلی اینا شبیه به همه متاسفانه، یه خود کارو سخت کرده. حتی اون کاری که الان برای ما گذاشتیم خیلی شبیه ایناست، یعنی اصلا به نظر همون هم اولن. الان نگاه کن واقعا نه اولن همشون، علی ریزو، آریشا، باربود، عرفان، پویا پورساله و نویان بهادری، اینا همشون اولن واقعا هم. ولی اینی که ما داریم انتخاب میکنیم واقعا مثلا یه چیز متفاوت و جدیدتر. انت خیلی سخته. آره خیلی سخته. ببین مثلا خود من اگه قرار باشه من نظر کار خودم بگم، از روی میکسی و ساندی خیلی کاسپین و سیج بیشتر از لحاظ میکسی من بیشتر میتونم اونو گوش بدم، ولی آره من. ولی یه جاهای از سهراب جذاب تره برام. آره. بعد سهراب یه نفره، اون دو نفره، اینا مهم نیست صداشون. نه اهمیت نداره، ما کاری به این داستان نداریم. اون فکر من میتونم بیشتر شدم کاسپینم، من بیشتر میتونم اونو گوش بدم. من به نظر من این خیلی خوبه، ولی کار کاسبین و سیج هم از لحاظ میکس بهتره، هم تکون میده. و سهراب عزیز من به تبریک میگم واقعا، شما کارت خیلی خوبه، ولی ما دنبال یه تارمو میگردیم که شما ماشاءالله زلفی از کارهای خوب بودی، ولی به کاسبین و سیج عزیز ما این شانس رو میدیم که تو این کار برنده بشن و منتظر کارهای خوب شما هستیم و حتما شما رو ما بیشتر بقیه معرفی خواهیم کرد. بچه همتون خسته نباشید، دم همتون گرم. این دوره دوم ریمیکس هم تموم شد. اگر اسمهای شما نبود، همکاریهای شما نبود، اینا انجام نمیشد. من موجودی شدم از طرف بر بچه ها. خود منم خب وقت زیاد گذاشتم برای این کار، به خاطر اینکه زمانی که ما شروع کردیم درست کردن این پرفه رو شروع کردیم، واقعا کسی نبود بیاد ما بگه که آقا این چیه این چیه این چیه، ولی ما به سهم خودمون، این نه درآمد مالی برای ما داره، نه اصلا چیزی، بچه ها احتیاج به چیزی دارن که بخوان اسمشون رو بزرگ کنن یا هر چیز دیگه، این فقط اون احساسی که ما اون موقع داشتیم برای اینکه کسی نبود واقعا بیاد از ما رو راهنمایی بکنه، بیاد این وکال رو در اختیار ما بذاره بعد بخوان نظر بدن. اصلا واقعا هم چیزی نبود. یا مثلا من خودم به شخصه هر چی یاد گرفتم از روی اینترنت بود، یا مثلا نهایتا یه دو تا مقاله فیلم یوتیوب اینور اونور اینا. بچه‌ها زحمت کشیدن، این میدون رو دارن میدن به همه بچه‌هایی که تو زمینه الکترونیک فعالیت میکنن، تا پرشین دی جی و شرکت پسکو و استودیو تندیس. خیلی زحمت کشیدن برای اینکه این برنامه بهترین حالت برگزار بشه. یه بار دیگه از شرکت پسکو، نماینده اینویشن نیتیو اینسترومنت و خیلی برندهای دیگه تشکر میکنم. مرسی از بچهای تاپ پرشین دی جی و مرسی از شما که این فیلم رو دیدید و مرسی از مالک عزیز که این ویدیو رو درست کردن، مالک عزیز که همیشه منده لطف داشتن. بچه‌ها اگه حرفی هست، حرف آخرتون رو بگید که بریم واسه چند تا مصاحبه کوچیک، چند تا سوال جواب داریم و دیگه. من تنها حرفم اینه که بچه‌ها اصلا دل سرد نشن به خاطر اینکه رو انتخاب نشدن، چون واقعا کارشون خوب بوده. به نظر من تازه اول راه و کارشون سخت‌تر هم میشه. نه همون بحث تارموه، واقعا همشون خوب بودن.
ما شانسی بیشتر از این نداشتیم که بخوایم بیشتر از دو نفر رو معرفی کنیم. شاید میشد 10 نفر. ولی ما 10 نفر برتر رو به ترتیب حروف الف با اعلام میکنیم. موافقم کاملا. که نگیم این اول شد، این دوم شد، این سوم. به ترتیب حروف الف با اعلام میکنیم. مهران شما؟ منم قشنگ این کاری که داشتیم انجام میدیم، منو کوشان یاد 10 سال پیش افتادیم که دقیقاً هم ما جای شما بودیم. یعنی ما اون ور کارمون رو فرستادیم. ولی فرقش این بود که زبان انگلیسی بود، الان شما فارسی. آره ولی خب ما هم این حس رو درک می‌کردیم و واقعا ما هم رتبه‌هامون، ما رتبه نهم داشتیم. نهم، چهارم، دو تا اول داشتیم. که موقعی که اون کار انجام دادیم، واقعا میگم با 4 بار شرکت کردن تو مسابقات بین‌المللی تونستیم رتبه بیاریم. و شما اصلا نگران نباشید، ان شاءالله تجربتون بیشتر بشه، میتونید خیلی اتفاقای بهتر حتی تو قسمت‌های بین‌المللی داشته باشید. تشکر میکنم. منتظر کارهای قشنگتون هستیم. با تاپ پرشین دی جی همراه باشید. بچه‌ها هم همیشه هستن کنار شما. ان شاءالله که همتون موفق باشید.